وقتی نامه رو بدیم زود جواب میدن؟ آه باشه، پس شما تلاشتون رو بکنیم. دیگه دردسری درست نمیشه؟ عالیه. باشه، میبینمتون. خسته نباشین، خداحافظ. مشتگونی بده. دیگه میتونیم ازدواج کنیم. واقعا؟ با وکیلم حرف زدم. یه نامه از دکترم میگیرم که گواهی میکنه که من حامله نیستم. وکیلم کارای اداریشو انجام میده. بعدم میریم سراغ عقد. خوبه. خوشحال نشدی؟ مگه میشه خوشحال نشم عزیزم؟ باید بریم دنبال خونه. شوکت؟ بهتره عجله نکنیم. چرا؟ الان شرایطشو ندارم. یعنی بهتره تا تابستون صبر کنیم. تا اون موقع میتونم یکم جمع جور کنم. وضع منو ببین. نمیبینی مردم چطوری نگاه میکنن؟ دیگه پشت سر حرف زدن و ول کردن، صاف دروم حرف میزنن، متلک میگن، تیکه میندازن. دیگه من تحمل ندارم. منم به اندازه تو ناراحتم فرخونده، ولی گفتم که باید منتظر یه وقت مناسب باشی. من چقدر باید خونه یه گلشن بمونم شوکت؟ باید حتما بیرونم کنه؟ ای بابا. نمیشه بعدن صحبت کنیم؟ ببین شوکت، باید دهن مردم رو ببندیم. خب اگه نمیتونی خونه بگیری، یه مدت خونه خودتون میمونیم. چی؟ تا وقتی که پول جمع کنی. یعنی با خانوادم یه جا میمونی؟ برای اینکه کنار تو باشم هر کاری میکنم. اما چیزه، نمیدونم، باید باشون صحبت کنم. دیگه چقدر میخوای صحبت کنی شوکت؟ عزیزم منظورم این بود که بهشون خبر بدم. همه بد نگامون میکنن. من برم، بعدن حرف میزنیم. باشه. نتیجه آزمونا رو دادن. تو مؤسسه نفر سوم شدم. اگه تو سوم شدی وای به حال اون مؤسسه. خوشت نیومد؟ خب نمیبینم درس بخونی، به خاطر همین گفتم. مامان من اصلا درس نمیخونم. انگار یادتون رفته سر میز نشستینا. چطوره؟ از دلمه خوشت اومد علیرضا خان؟ دست درد نکنه. اگه همینطوری آزمونمو بدم نفر اول میشم بابا جون. آفرین. عایشه جونم ستاره آفرین گرفته بابا جونه. آفرین دخترم. بابا جون من به قول میدم که تو مدرسه نفر اول بشم. آفرین به تو. تو چیزی میخوای شوکت؟ نه. علیرضا خان بفرمایید. بچه ها عجله دارن، میگن طولش ندن، زودتر عقد کنن. خودشون میدونن. البته با اجازه شما. اجازه من؟ یعنی میخوان که اینجا با ما بمونن. واقعا داداش؟ خب معلومه، شوکت الان موقعیت خونه گرفتن نداره. مام که وضعیتمون خوب نیست. یعنی میگن یه مدت اینجا باشن، اینطوری میتونن یکم پول جمع کنن. هان نظر چیه؟ البته این نظر فرخنده بود. والا خوب به فکر زندگیه. الان کدوم عروس حاضره با مادر شوهر زندگی کنه؟ پیدا نمیشه. داری اشتباه میکنی فرخنده. نمیتونی باهاشون توی خونه بمونی. ببین ناراحت میشم. چرت و پرت نگو. تو عزیز دلمی، رو چشم من جاته. هر چقدر دوست داری بمون. کی بهت اینو گفته؟ اما بازم بهتره که زودتر برم. اصلا نمیتونم تصور کنم با مادر شوهرت زندگی کنی. اگه مامان حشمت دو روز میمون قیامت میکردی. آره اما اینا با هم فرق دارن. من خیلی راحت میتونم باشون کنار بیام. حالا میبینی. تو نمیتونی سنتی زندگی کنی.
مجبورم گلشن. پسر بهت گفته تا تابستون صبر کنی، عجلت واسه چیه؟ اگه طول بکشه سرد میشه. یعنی میترسی شوکت نظرش عوض شه؟ من بهش اعتماد دارم، اما خانواده‌اش عجیبن. مغزشو پر میکنن، از من دورش میکنن، کاری میکنن که ولم کنه. نباید بهشون فرصت بدم، باید زود عقد کنیم. واقعا باورم نمیشه. 8 نفری چطوری میخواین یه جا زندگی کنین؟ 2 روزه بحثتون میشه. نگران نباش، از پس همشون برمیام. بعدش هم این موقتیه، زود میریم خونه خودمون. فرض کن کارا اونجوری که میخوای پیش نره، نتونستین پول جمع کنین، درآمد نداشتین، میخوای چیکار کنی؟ ما نمیریم، اونا میرن. آها، میخوای بری بیرونشون کنی؟ بیرون نمیکنم، خودشون میذارن میرن. اونم بدو بدو پشت سرشونم نگاه نمیکنه. به خدا باید ازت ترسید. شوخی کردم عزیزم، من و این کارا. خوشگل شد. حرفی نزد؟ مامان داره قهوه درست میکنه، میخواد شجاعت به خرج بده. فکرت؟ بابام تو رو خیلی دوست داره، به حرفت گوش میده، حرفاتو خیلی قبول داره. خب اگه ازت نظر خواست هوامو داشته باش. خیلی میبخشی شوکت، ولی میدونی من به جای مامان به بابا رفتم. بفرما علیرضا خان. متشکرم. من میرم آشپزخونه رو جمع کنم، میای؟ منم بهت کمک میکنم. مرسی. خب جونم، بچه ها رو دک کردی، حرفتو بزن. من منتظر بودم تو صحبت کنی. نظرت چیه؟ راضی بچه ها با ما زندگی کنن؟ خب اینطوری اذیتم نمیشن، هر دوتاشون کار میکنن، از سر کار که بیان غذاشونم آماده است، یعنی البته تا وقتی که پول جمع کنن. خود دانی خیریه خانم، اگه تو میتونی کنار بیای نظری ندارم. آی تو رو خدا، نظری ندارم چیه؟ بریم دیگه، سردم شد. من سردم نیست. داداش. داداش. آخ جون، بابا اجازه داد. چی؟ ببینم چطوری هم مامان تشکر میکنی. برو دستشو ببوس. یادت نره از بابام تشکر کنی. کلن زده حاله، ولش کن بابا، بیبریم. بودو. خب واسه این که دیگه بیش از حد طولش ندن، میخوان زودتر عقد کنن. خب الان مثل قدیم نیست که، الان همه چی فرق کرده، کارا با عجله پیش میاد، باید وقت بگیرن. مسئله اصلی هم جشنه. جشن؟ سالون نیاز نیست، حیاتمون خیلی خوبه. تو میخوای منو دیوونه کنی خیریه؟ چه جشنی؟ ها؟ چه جشنی؟ اگه جشن براشون کافی نیست، میخوای براشون ساز و نغاره را بندازیم ها؟ داد نزن فدات شم. ول کن تو رو خدا، این امکان نداره، این ازدواج اشتباهه، داریم اشتباه میکنیم. نیازی نیست اشتباهیو که داریم مرتکب میشیم با سر و صدا به همه بگیم. شوکت، من رازیش میکنم پسرم، تو ناراحت نشو عزیزم، تو رو خدا غصه نخور. خب دیگه دیره، همه تون بریم بخوابین. اصلا نمیشه باهات حرف زد، فوراً داد و بیداد میکنی. دیگه چی میخوای بگی ها؟ دیگه چی میخوای بگی؟
اصلا این حرفت با کدوم عقل و منطق جور در میاد؟ خب دختر جشن خواسته چی کار کنه بچه خجالت زده بشه؟ خیریه، بعد میگی چرا داد میزنی؟ ای داد بیداد. دامادی تنها پسرمونو نبینین؟ چه دامادی؟ من مادر نیستم نه؟ دلم نمیخواد یه عروس دست گل واسه یه پسرم بگیرم، اینو واسم زیاد میبینی؟ اینا رو به جای من به پسرت بگو خانم، اون این کارا رو کرده، اونه که ما رو ناراحت کرده. چی کار کنم؟ تقدیره دیگه، قسمتش اینطوری بوده. فقط این نیست که دوست داره برای زنش لباس عروسی بگیره، دوست داره واسه یه دامادیش خوشحالی کنه، عقده میشه تو دل بچه‌م، بعد ما میشیم مقصر، میگه مامان و بابام برام جشن عروسی نگرفتن. خب بعدش هم دختره بهش سرکوف میزنه، بچه‌م قصه میخوره. پسرم باید تا آخر عمر سرکوف بخوره. باشه خیریه، اینم باشه. یعنی باشه؟ اینطور که پیداست تا من نمیرم شما راحت نمیشین، هر کاری دلتون میخواد بکنین، اما خواهشن دیگه از من چیزی نپرسین. عزیزم مگه بدون رضایت تو میشه؟ باشه راضی هستم، بس دیگه. خیلی ممنونم علی رضا خان، برم به شوکت بگم خوشحال شه بچم راحت بخوابه. ممنونم. کتان کینک نازک بدن اولدم خمار اولدم بی حال اولدم خمار اولدم خمار. شیرینی هم پختی؟ بله، از همونه که بابات خیلی دوست داره. شنبم اونم کامل شد. آره واقعا. مامان امروز بریم مغازه ها رو ببینیم، با سروسی لباسی هم بگیریم. باشه دخترم. من دیروز یارشگاه دیدم، کاراش فوق‌العاده بود، من که میخوام برم اونجا. منم ویسه عریسی لباس میخوام. باشه دختر. تو حیات میگیریم دیگه. آره چراغونی میکنیم، بادکنک از این چیزا هم میزنیم. انشالله که بارون نیاد. بیادم میایم تو پسرم جا که هست، من خودم شیرینی درست میکنم، عالی میشه. خاله نیر و صدفم کمک میکنن. نه نمیشه، کار خودتون رو خودتون انجام بدین. اون اگه کمک نکنه دلش آروم نمیگیره. شما چیزی بهشون نگین. باشه عزیزم نمیگیم. من بابدارچی بانک میگم واسه پذیرایی کمک کنه. باشه عزیزم، بعضی غذاها رو باید یه روز جلوتر حاضر کنم، اما یخچالمون اصلا جا نداره، چیزی توش جا نمیشه. خب از بیرون میگیریم. نه عزیزم نمیشه، غذاهای بیرون اصلا خوب نیست، کاش میشد یه یخچال نو بگیریم. وای آره، از اونایی که خودش یخ میسازه ها؟ تعدادمون هم داره زیاد میشه، ماشین ظرفشویی هم میخوایم. تو چی میگی؟ مگه دست به سیاه‌سفیدم میزنی؟ من به فکر تو بودم، گفتم بهت خوبی نیومده. لیلا نظرت میخوام. اتاق تو هم خیلی کار داره شوکت، باید پرده ها رو عوض کنیم، یه تخت خوابم بگیریم، لازمه دیگه. میگیریم مامان جون. پارکت های بالام خرابن، رفت و اومدمون زیاده، کاش اونا رو هم عوض میکردیم. عوض میکنیم. لباس، پذیرایی، وسایل، وای خیلی خرج داریم. نگران نباش مامان جون، من درستش میکنم. چطوری میخوای حلش کنی پسرم؟ تو که پولی پس انداز نداری. میرم وام میگیرم. چه وامی؟ وام تعمیرات بابا جون، واسه جشن عروسی و تعمیراتمون کافیه. میتونی پرداختش کنی؟ خب الان بهش احتیاج دارم. میدونی که بابات از قرض خوشش نمیاد. منم خوشم نمیاد، اما الان تنها راهیه که دارم. مراقب حساب کتابت باش، اونقدری که بتونی پسش بدی قرض بگیر، بعد از ازدواجم خرج داری. خب نمیشه از یه سری خرجایی که اضافه صرف نظر کنی؟ کدومش اضافیه؟ همش لازمه دیگه.
نگران نباش پسرم، خدا پول عروسی رو میرسونه. نگران نیستم مامان جون، اول هفته واسه وام اقدام میکنم. دستتون درد نکنه. شیرینی نخوردی که؟ سیر شدم، من میرم بیرون یکم کار دارم. چی کار داری روز تعطیلی؟ واسه چی اومدی دخترم؟ این چه حرفیه بابا جون؟ میرم یکم قدم بزنم، فعلا خدا به سلامت. آه سلام بابا جون. صبح خیر. دارین میرین؟ بله. ای وای، من نون تازه گرفتم که دوره هم صبونه بخوریم. نوشه جونتون. نشد با هم صحبت کنیم؟ بله. خب مزاحمتون نمیشم، روز خوبی داشته شما. همینطور. صبح بخیر. شوکت فرخنده اومده. آه چه سورپرایزی. مراقب باش دختر. خوش اومدی. سلام. چطوری عزیزم؟ بیا بریم تو. صبح بخیر. صبح بخیر دخترم، خوش اومدی. خیلی ممنون. حالا چطوره عزیزم؟ خوبه، ممنون. معلومه که خیلی منو دوست داری. خب میگن سر غذا برسی مادر شوهرت دوستت داره. نجله جون اینا رو میذاری تو بشقاب. باشه. بیا عزیزم بفرما بشین. نجلا دخترم یه لیوان بیار. من میارم مامان. باش. نگفته بودی میای، غافل گیر شدیم. دیشب که با هم حرف زدیم از هیجان خوابم نبرد، گفتم بیام واسه یه جشن برنامه ریزی کنیم. جشن تو حیات میگیریم. تو حیات؟ خب دلمون میخواست تو تالار باشه اما نمیشه. خیلی خوب میشه. ما اینقدر حیاتو قشنگ درست میکنیم که مثل هتلای 5 ستاره بشه. خب باشه، هر طور که شما صلاح میدونین. ما از امروز میخواییم بریم دنبال لباس، میدونستی؟ تو هم باید به فکر لباس عروس باشی. میگم نایره خانم به دوزه عزیزم، همسایمون خیاطمون میدوزه. ترجیح میدم از یه مزون بخرم. اما کارش واقعا حرف نداره. بله، اما اجازه بدین انتخاب لباس عروس با خودم باشه. باشه. من برات بشقاب. تو بشین پسرم، من میارم اینا را میبرم. الو حکمت خان، روز بخیر، من علیرضا، حالتون چطوره؟ خیلی ممنون. حکمت خان واسه یه چیز مزاحم شدم. من از باز کردن مغازه منصرف شدم، یعنی مجبورم پسش بدم. خیلی شرمندتون شدم اما میبخشی، کارام خوب پیش نرفت. نه عجله نیست، شما هم حق داری. یه وقت مناسب کلیدار رو پس میارم. باشه، تا نیم ساعت دیگه اونجا میبینم اتون. خداحافظ. این پول چیه؟ از کجا آوردیش؟ پول سپرده بانکه، همه رو گرفتم.
واسه چی؟ برای خرج عروسی شوکت. علی رضا بابا، تو که میخواستی با اون پول مغازه باز کنی؟ منصرف شدم. اما حرف زده بودی، پول داده بودی. تمومش کردم. تو صبر نداری؟ ای وای از دست تو، عصبانی میشی اما قلبت خیلی مهربونه علی رضا خان. بابا چرا منصرف شدی؟ اون مغازه آرزوی تو بود، تنها چیزی بود که دوستش داشتی، با کتابو کلی خوشحال بودی. کل روزو فکر کردم دخترم، شرایط زندگی اجازه نداد تا به آرزوم برسم. اما نیازیم نبود اینطوری بشه. شوکت یه تصمیم اشتباه گرفته، شما که نباید تاوانشو بدی. تازه ما هم باید تاوانشو بدی. فکرت؟ مامان اصلا درکت نمی کنم، چطور دل به دلش دادی؟ به خاطر عروسی فرخنده خانم آقا شوکت همه یه پولای این خونه باید خرج اونا بشه؟ بهتر از اینه که شوکت وام بگیره تو قرض بیفته. وای آره؟ به فرضم که میگرفت، اگه نمیتونست پس بده چی میشد؟ باز پلیسا میمدن دم خونم. آه خدا نکنه. غیر از اینا اگه قرض نباشه، یکم هم زرنگ باشه پول جمع میکنه. ایشالله. اما بابا این مغازه رو تو بسته دیگه فکرات. من وظیفه پدری ما انجام دادم، خیالم راحته. زنده باشی علی رضا خان، خدا سایتو از سرمون کم نکنه. باشه. خب دیگه پاشو برو به شوکت زنگ بزن، بگو نره واسه وام درخواست بده. این بچه‌م خیلی خوشحال میشه، زودتر بره کارای جشن انجام بده. الو شوکت عزیزم، مژده بده. خوشت اومد؟ خیلی بهت میاد. پسندیدی؟ اینجاها شکم بد وای میسه. یه اوتو بخوره درست میشه، ولی خیلی تو تنتون قشنگه. یکم به دلم نشسته، یه نگاهی به بقیهش بندازم. حتما. این چطوره؟ آیشه؟
آیشه، آیشه، آیشه. خانم کجا؟ سلام آیشه. سلام فکرت. سلام فکرت، از دوستای ترابزونمونه، نامزدم زهر. نامزد کردی؟ مبارک باشه. خیلی ممنونم. دیش منم داره عریسی میکنه. شوکت، خیلی خوشحال شدم. من فکر کردم آیشه اومده بیرون، یه دفعه اومدم. امیدوارم خوشبخت بشی. ممنون. خدافظ. خوشگله، پارچه و تورش عالیه. اگه ببینی دهنت از تعجب باز میمونه. وای، دوست دارم زودتر ببینمش. یه ذره یقش شکل دکلت. همش یه ذره. خیلی هم باز نیست. ببین کی اومد. خوش اومدین یامان خان. حالتون چطوره؟ خوبم، شما چطوره؟ من خیلی عالیم. کاملا مشخصه. شما رو با مشاورم آشنا میکنم، آقای عز، خانم فرخنده. خوشحال شدم. منم. جناب رئیس تشریف دارن؟ بله. میخوام اوزو باشون آشنا کنم. اجازه بدین بهتون کارت دعوت بدم. چه کارت دعوتی؟ دارم ازدواج میکنم. شما مگه؟ خب شما یه مدتی نبودین، خبر ندارین. طلاق گرفتم اما هنوز سر عقل نیومدم. شادومات کیه؟ داماد ایشونن، شوکت خان. لطفاً بیا تا با بهترین مشتریمون آشنات کنم. یامان خان، مشاورشون آقای اوز. خوشبخت. تبریک میگم. خیلی ممنون. اگه نیاین عروسیمون خیلی ناراحت میشم. سعی میکنم بیام. منتظر شما هم هستی؟ باشه، حتما میام. چه روزیه؟ همین شنبه. آدرس تو کارت هست. همین شنبه؟ آره؟ پس دیگه چیزی نمونده. آره، کم مونده. زود باشین یه جا باز کنین. وای دستم سو. بیا بذارشون اینجا. خوب شد شیرینی‌ها رو حاضر کردیم، وگرنه نمی‌رسیدیم. ظرفو چرب کردی؟ آره، الان چربش میکنم. دخترم خوابش میاد، ببین چشاشو. چون نبردنش آرایشگاه ناراحته. ناراحت نباش آبجی جون، خودم موهات درست میکنه. آبجی فکرت بود آیشه، خدا کنه بشقابا برسه. میرسه میرسه، این همه خریدیم. اگه از مغازه سرویس و ظرف و ظروف می آوردین ارزون تر می شود. خانم ها فرموندن اصلا شک نیست. لباس خاله خیریه رو براش آوردم. خوب اتوش کردی؟ کجا بذارمش؟ یه جا آویزونش کن. من برم سراغ خمیرا. آبجی نیر، شما مایونز درست کن. باش. شکر، داره دیرت میشه. فکرت، دکمن پاره شده. دستم روغنیه. بیا آبجی جون، تو بدوزش. باشه، درش بیار. همینطوری بدوز، عجله دارم. باید فرخونده رو از آرشگاه ببرم عکاسی. مواظب باش. زود باش دیگه. خب دیگه تموم شد. خیلی ممنون خوشگل خانم.
چرا چشات عشق داره؟ چشمو زیاد بردم جلو، واسه همونه. بازم ممنونم فکرت، من رفتم. به سلامت. تو همونقدر که زیبایی قویم هستی. ما اومدیم. آه بابا، بابا چشماتو ببند. واسه چی؟ بابا ببند دیگه، زود باش. باشه. آروم دختر، آروم. بابا چی شد پس؟ و اینک ستاره امشب خیریه خانوم. خیریه؟ چطور شده؟ کوتاه کردی؟ موهایی که دوست داشتم رو کوتاه کردی؟ شوکت خیلی خوشش اومد. منم خوشم اومد. اما تو مثل که خوشت نایمده. ناراحت نشو، بازم بلند میشه. ایشالله مبارکه. دیدی ناراحت شد؟ وقتی هیچی نگفت یعنی خوشش اومده مامانی. بهتره دیگه بیاین تو آشپزخونه. اومدم. لباسمونو عوض میکنی میاییم. صدف بیا لباسمونو ببین. این یکم دل درد داره، میخواد بره یکم بخوابه. تو اینجا نمون، برو خونه دختر خوشگلم، برو. میتونم بمونم مامان، من همونقدر که زیبام قویم هستم. میهمانان گرامی، به جشن ازدواج فرخنده گوهن و شوکت تکین خوش آمدید. سرکار خانم، لطفاً خودتون رو معرفی کنید. فرخنده گوهن. نام پدر و مادرتون رو هم بگید. حسین گوهن، نوردان گوهن. جناب شما هم اسمتون رو بگید. شوکت تکین. اسم پدر و مادرتون رو هم بفرمایید. علیرضا تکین، خیریه تکین. شما میخواید با هم ازدواج کنید و اینطور که مشخصه مانعی برای ازدواجتون وجود نداره. این خواستتون رو دوباره در مقابل میهمانان و شاهدان گرامیمون اعلام کنید. خانم فرخنده گوهن، بنا به خواست و اراده خودتون و بدون اجبار کسی ازدواجتون با آقای شوکت تکین رو قبول میکنید؟ بله. آقای شوکت تکین، بنا به خواست و اراده خودتون و بدون اجبار کسی ازدواجتون با خانم فرخنده گوهن رو قبول میکنید؟ بله. شاهدین محترم، صحبتهای عروس و داماد رو شنیدید، شاهد عقدشون میشین؟ بله بله. لطفاً دفتر امضا کنید. بفرمایید. دارن امضا میکنن. میهمانان گرامی، لطفاً همگی بایستید. با توجه به قانون اساسی ترکیه و وکالتی که این جانب برای عقد دارم، شما رو عروس و داماد اعلام میکنم. خوشبخت باشید. مبارکی. 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 تبریک میگم. خیلی متشکرم. مبارک باشه. تبریک میگم. متشکرم. خیلی خوشگل شدی. خوشبخت باشی. ممنون. مبارک باشه دخترم. ایشالله خوشبخت. خیلی ممنون. باشه.
ممنون. مامان جون بابام کجاست؟ نمیدونم، همین دورو برا بود. ایشالله خوشبخت بشی. ممنونم، تبریک. متشکرم. فکرت؟ تبریک میگم. منم میخوام بوست کنم. ممنون عزیزم. صدف، نمیخوای تبریک بگی؟ تبریک میگم. متشکرم. تبریک میگم. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. پدرم صدای شکسته شدن قلبشو داشت به خوبی میشنید و احساسش میکرد.